سلام، د سولې خبرونې ته ښه راغلاست. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په سوله خبرې کوي. په همدې وخت کې اجرایه ریاست وایي چې د قطر له یوه انستیتوت څخه یې د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنلیک ترلاسه کړی دی، خو په وینا یې د ګډون په هکله یې په کابل کې له سلام مشورو وروسته پریکړه کوي. د قطر غونډې ته تلونکي کسان وایي چې خلیلزاد به حکومت ته قناعت ورکړي چې د قطر راتلونکي خپلمنځي غونډې ته یو هر اړخیزه پلاوی وټاکي. د اپریل په 14مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو خپلمنځي غونډه جوړیږي. د سولې د خبرو په لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. تمه ده چې خلیلزاد به له افغان حکومت څخه وغواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره هر اړخیز پلاوی وټاکي. دعوتنامه از طرف یک انستیتوت در قطر ارائه شده که اونا اقتدا داره دعوت کردن. البته اگر تصمیم گرفته شود به اینکه در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره، او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد. افغان حکومت هم د طالبانو سره د خبرو لپاره له سیاستوالو سره سلام مشورې پیل کړې دي. از پراگندگی که در حرکت ها وجود داره و گاهی سبب از این شده که طالب ها از این سو استفاده کنند و بگویند مردم افغانستان با هم متحد نیستند، از این جلوگیری شود. که څه هم افغان حکومت په قطر کې د افغانانو په خپلمنځي غونډه کې د ګډون بلنلیک ترلاسه کړی، خو تر اوسه حکومتي پلاوی نه دی ټاکل شوی. د قطر غونډې ته تلونکي یو شمیر سیاستوال وای چې خلیلزاد به افغان حکومت قانع کړي چې د خبرو لپاره هر اړخیز پلاوی وټاکي. د حکومت پیشنهاد وای چې باید چې د لوی جرګې نه بعد دا غونډه دایره سي، خو هغه زه فکر کوم چې موږ ولیا چې اول د قطر کنفرانس وسي، بعدن لوی جرګه وسي، په لوی جرګه کې به موږ خپل تصمیمونه ووایو او هلته به د ملت سره په دغه تصمیم چې هلته نیول سوی دی د دوی موافقه واخلو. قطر ته تلونکي د سیاستوالو پلاوی وای له حکومت څخه یې غوښتي چې د قطر په جوړېدونکي غونډه کې د دې خبرې د یو اړخ په توګه نه، بلکې د افغانستان د پلاوی په ترکیب کې ګډون وکړي. د افغانانو تر خپلمنځي خبرو مخکې به د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالب استازو سره په قطر کې د شپږم ځل لپاره جرګه شي. له دې ناستې افغانانو تر ناستې مخکې خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره ناستې لري. که د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ په ناستو کې پیشرفت راغی، په بین الافغاني ناسته کې به هم موږ ښې نتیجې ولرو. افغان سیاستوال وایي چې د سولې د روانو هڅو په هکله د حکومت په دریځ کې تر پخوا نرمښت راغلی دی او تمه ښیي چې حکومت به خپل پلاوی د افغانستان د پلاوی په ترکیب کې شریک کړي او په دوحه کې به له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې ګډون وکړي. ډیر قدر مو لیدونکو، لکه څرنګه چې په داسې حال کې چې خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په لړ کې شپږم پړاو سفر پیل کړی دی چې د سیمه هیوادونو وروسته کابل ته راځي. دلته ولسمشر غني له سیاسیونو سره د یو هیئت د ټاکلو په اړه مسله مشوره کړې چې څه ډول د خبرو اصلي لوبغاړی یا اصلي رول په خپل لاس کې واخلي. پر همدې موضوع باندې بحث لرو، له ځان سره په ځیرو کې د حزب اسلامي د رهبرۍ غړی همایون جریر لرو. نور بسته بلد سره ادامه کړو. جریر صاحب سره میشه استودیو ته خیر راغلی. جری صاحب، له دې څخه به پیل کړو چې زمینه سازی کېږي په دننه هېواد کې، ولسمشر هم له سیاسیونو سره ناستې ترسره کوي، واقعا بین الافغاني خبرو ته به زمینه برابره شي بالاخره؟ تشکر. بله، ما شنیدیم که دیروز جناب رئیس جمهور و برخی از شخصیت های سیاسی کشور، رهبران احزاب ملاقات داشتن. نظر ما کار مثبتی است و مشوره های ادامه داشته باشه، ولی از دید حزب اسلامی افغانستان و احزاب ما زمان میتونیم اجماع ملی داشته باشیم و به یک نظر واحد در مورد صلح برسیم که یک هیئت با صلاحیت یا یک برد با صلاحیت شکل بگیره، در او رهبران احزاب تاثیرگذار وجود داشته باشند، جناب رئیس جمهور وجود داشته باشند و این هیئت با صلاحیت در رابطه با صلح، در رابطه با این که چه کسانی به قطر بروند فیصله کنه. دید احزاب و حزب اسلامی افغانستان همیست و تا جایی که من فهمیدم در جلسه ای که دیروزم بوده، رهبران محترم سیاسی که در اونجا بودن برای پافشاری داشتن که
تشکیل یک هیئت با صلاحیت و تصمیم گیرنده برای سال لازم است. لکه څنګه چې جری صاحب سیاسیون تل له حکومت څخه د سولې په خبرو په لړ کې یو قدم وړاندې دي، یو نمونه یې د مسکو ناسته موږ به تاسې بللی شو. څومره له دغو ناستو وروسته د دوی په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی چې دوی به بالاخره د یو هیئت په ټاکلو باندې بریالی شي؟ کنفرانس مسکو یا نشست مسکو یک نشست بود. تنها امتیازش این بود که افغان‌ها در بین خود نشستند و طالب ها هم حضور داشتند، اما مشکلاتی داشت، مشکلات زیادی داشت. از جمله مشکلات کنفرانس مسکو ترکیبش بود که در ترکیبش رعایت درست تمام احزاب و جناح‌های مطرح سیاسی نشده بود، دولت حضور نداشت. به هر صورت اما ایجاب میکنه که نسبت به هر زمان دیگری دولت افغانستان نسبت به صلح جدی باشه و ثابت کنه به مردم افغانستان که خواهان صلح پایدار و سرتاسری در این کشور است. مسئولیت های دولت نسبت به احزاب، نسبت به شخصیت ها و مردم بیشتر است و انتظار مردم هم ایست که دولت ثابت کنه که یعنی جدید کوم خبری چې طالبان سیاسی نو چې حامد کرزی هم په هغه کې دوی له طالبانو سره وکتل، هلته یو څه خبری کړي و سره هغه جزئیات یا هغه خبری یا هم موضوع چې هلته دوی له طالبان سره شریک کړي و نن بل ولسمشر سره په دغه موضوعات باندې به هم غږېدلی وي دغه سیاسی؟ فکر میکنم در مجلس دیروز بحث سر از این شده که یک هیئت با صلاحیت برای صلح تشکیل شود و چه کسانی و دوها برن، لوی جرگه مشورتی چگونه باشد و همچنان از دید ما در کنفرانس مسکو و نشست مسکو مسئله مهم فیصله نشد، چون اون نشست یک نشست فیصله کن نبود، فقط یک نشست بین افغان ها بود. جلسه بعدی برگزار میشه نظر احزابی است که بهتر از جلسه فیصله کن باشه، شخصیت های حضور پیدا کنند که اونا صلاحیت فیصله در امور صلح و جنگ را در کشور داشته باشند. اوس د سیاسیون چه په حکومت باندې نمیکه که چه دوی هی برنامه د سولی په برخه که نلری، دوی څه غواړي؟ د دوی او د حکومت ترمنځ یو څه ستونزې او تنشونه هم پیدا شوي وو. آیا دوی غواړي چې یوازې مستقله خپله په دغه پلاوي کې ګډون وکړي او کنه دوی د څه په لټه کې دي؟ در این شک نیست که احزاب به این پافشاری دارن که دولت هم باید در مذاکرات حضور داشته باشه و نبود دولت مذاکرات ناقص میسازه. اما در هر صورتی مذاکرات بین الافغانی باید با وجود بیاید و این مذاکرات بین کسایی باید باشه که در گذشته با طالبان مشکل داشتن، با طالبان جنگیدن و فعلا هم تأثیر زیادی بر مردم دارن. یعنی فیصله از اونا تقریبا فیصله کل مردم باشه. به این خاطر احزاب طرفدار رفتن 100 نفر، 180 نفر یا 190 نفر و دوها نیستن. بله. اگر ما 180 نفر یا 190 نفر به دوها ببریم، در اونجا یک مجلس خواهد بود، یک کنفرانس خواهد بود، اما فیصله ای نخواهد شد. ما فعلا به یک فیصله بین الافغانی کار داریم. بله. یک فیصله شامل و جامعی باشه که تمامی جناح‌های مهم سیاسی کشور او را بپذیرند. ببینین صلح در یک مرحله بسیار مهم رسیده و دقت لازم کار داره. هم یقینا دولت باید دقت کنه، احزاب سیاسی تاثیرگذار باید دقت کنن و طالبان باید دقت داشته باشه. مثلا حکومت چه باید وکړي چې د سولې د خبرو ابتکار په خپل لاس کې واخلي یا اصلي لوبغاړي اوسي دغه لړۍ؟ به نظر من بحثی ایست این نیست که ابتکار صلح که به دست داشته باشه، مهم است که پروسه صلح به نتیجه برسه و ما شاهد یک صلح پایدار در افغانستان داشته باشیم، ما شاهد یک صلح پایدار در افغانستان باشیم. این بسیار مهم است. خبر داده آقای جری چیه؟
کچری حکومت چی یو ارخ دی د سول د پروسو دوی چې حکومت سره طالبان خبرو ته حاضر نشي ونه غږیږي یا حکومت دغه پروسې یو ارخ ونه وسی له امریکا سره خبري مسول ته رسولی شي یا طالبان دغه هدف ته چې غواړي رسیدلی شي؟ به هیڅ صورت ما بارها گفته ایم که مذاکرات طالبان با امریکا، ایالات متحده امریکا، مشکلات بین طالبان و امریکا را حل خواهد کرد. حقشان است با هم مذاکره داشته باشند، ولی آنچه مربوط به سرنوشت سیاسی مردم افغانستان هست، مربوط به نظام سیاسی بعد از صلح هست، باید افغانها خودشان تصمیم بگیرند. من فکر میکنم که دولت باید همکاری لازم داشته باشه. درست است که این کاملا بجاست که در نبود دولت نمیتونه مذاکرات بین الافغانی به جایی برسه، اما به نظر ما ای که سیاسیون یا دولت افغانستان به این فکر باشند که از پروسه صلح به نفع خود بیشتر کردیت بگیرن، این بازم پروسه صلح به ناکامی میکشن. یعنی سیاسیون چه باید وکری او حکومت کم نرمخت باید وکری چه تر روسه این ریخو دلی پدغه برخه که؟ به نظر ما حکومت باید تلاش بکنه که ما قبل از مذاکرات دوها و یک اجماع سیاسی و یک نظر واحد در مورد صلح با طالبان برسیم، و این اجماع زمانی به وجود می آید که شخصیت های تاثیرگذار، رهبران تاثیرگذار احزاب بزرگ سیاسی با وجود رئیس جمهور محترم افغانستان و شخصیت های مستقل دیگه با هم بشینن، مسائل کشور را به بحث بگیرن و فیصله بکنن و این فیصله نهایی تلقی شود. اوس کومی ناستی چې دوی تر سره کړي ویلي چې دغه ناستې به دوامداره وي، که چیرې سیاسیون او حکومت او بالاخره ټول اقشار د هېواد په دغه خبرو کې دخیل وي او یو بل سره د سیاسیون او حکومت ناستې ولري او خبرې وکړي، جزئیات له خلکو سره شریک کړي، کولی شي چې یوه سیاسي اجماع یا داخلي اجماع د سولې لپاره رامنځته کړي او څومره ګټوره تمامېدی شي؟ به نظر من این نشست یک نشست مقدماتی بود با درخواست تعدادی از بزرگ... کچیری دوام وکړي نوری ناسی هم هند غټه ول تر سره شي. به درخواست تعدادی از بزرگان برگزار شده بود، اما بدون شک کامل نبود. باید یک نشست کامل با شخصیت های بزرگ سیاسی کشور برگزار شود و این نشست یک نشست فیصله کن باشه و در رابطه با صلح در کشور تصمیم بگیره. ببینین نظر واحد حزب اسلامی و احزابی است که ما به یک هیئت با صلاحیت ضرورت داریم که دولت بپذیره که نیمی هیئت در رابطه با صلح با طالبان تصمیم نهایی را میگیره. کسانی که در این هیئت شرکت میکنن باید رهبران تاثیرگذار احزاب بزرگ اسلامی افغانستان باشن، احزابی که تعدادشان از 8 حزب شاید بیشتر نشود. اینا تصمیمشان شاید یک تصمیمی باشه که اجماع ملی تلقی شود. به هر صورت اگر ما به یک نظر واحد نرسیم، احزاب جدا و کنفرانس دوها برن، نمایندگان دولت جدا برن و شخصیت های مستقل جدا برن، نتیجه شو میشه که این کنفرانس کارش به جای نمیرسه و بدنامیش هم به افغان ها بر میخوره. خاقلی جرید، طالبان ولی له حکومت سر خبرتون حاضریگی، آیا اوز هم دنورو په اشاره بانی کار کبی او کنه تصمیم نشینی ولی یا مستقل ندی؟ کاش طالبا مذاکرات بین الافغانی را ترجیح می دادن. همو رقمی که حزب اسلامی سالها قبل تقریبا 2-3 سال قبل ببخشین مذاکرات بین الافغانی را ترجیح داد بدون وساطت و وساطت بیگانگان با دولت به مذاکره نشست. در هر صورتی از دید ما مذاکرات بین الافغانی تنها راست و بدون ازی اگر طالبان محترم 10 بار و 100 بار هم با کشورهای خارجی بشینند، مشکل جاری جنگ در افغانستان حل نخواهد. یعنی لبهرانی هوانو سر ناست یو سوی تفاهم دی چه طالبان تر سر کوی؟ علاوه به ای که مشکل ایجاد حل نمی کنه، بلکه بر مشکلات می افزایه. ما می بینیم که جلسات 14 روزه و بخشن 16 روزه آقای خلیزاد با هیئت با
عالی رتبه طالبا پیشرفتای خوبی داشت. اما کشورهای مختلفی تبصره کردند، اظهار تشویش کردند و این خاطر که گویا از جریان این مذاکرات خبر نداشتند. بهتری است که مذاکرات بین الافغانی باشه و کشورهای مقتدر، کشورهای بزرگ دنیا، کشورهای مهم منطقه به عنوان ناظر در این مذاکرات شرکت داشته باشه. خاقلی جری، در افغانستان سول او جگره کم ابعاد لری؟ پدغا دریو ابعاد کش کورنی انریوال او سیمیز دی پا کمو که دیر لستونزو سرا مخد؟ به صورت کل مشکل افغانستان دو بخش داره. بله. بخش خارجی قضیه که شامل کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای مهم منطقه میشه، سیاستهایشان، توجهشان به افغانستان، منافعشان در افغانستان و تلاقی منافعشان در افغانستان، این یک مشکل است. بله. مشکل دیگه هم بین جناح‌های داخلی کشور است که در جمله جناح‌های داخلی میتونیم از طالبا، دولت و احزاب سیاسی افغانستان نام ببریم. بله. و در این شکل نیست که بخش خارجی قضیه هم بسیار مهم است. بله. آقای خلیلزاد مصروف است که به کشورهای مهم زیردخل در قضیه افغانستان اونا را قانع بسازه. بله. اما امیدوار هستیم این قناعت به این معنا نباشه که هر کشور سهم مناسب خود از آینده افغانستان بگیره. بله. این کشور این تلاش ها باید مبنایش منافع اولیای مردم افغانستان و تمامیت ارضی افغانستان باشه. ما انتظار داریم که دولت افغانستان هم باید یک دیپلماسی فعالی را آغاز بکنه و در کشورهای منطقه، در کشورهای با ارتباط کشورهای بزرگ و از کشورهای منطقه و کشورهای زیرب به قضیه افغانستان بخواهد که مردم افغانستان در این برهه اساس در رابطه با صلح پایدار در افغانستان کمک کنند. یعنی ما قبول داریم که افغانستان باید منافع کشورهای همسایه را رعایت بکنه، منافع کشورهای بزرگ را رعایت بکنه، اما کشورهای دوست ما، کشورهای زیرب به قضیه افغانستان باید بپذیرند که ما افغانا حق داریم که منافع خود نسبت به هر چیز دیگه ترجیح بدیم. څنګه کولی شو چې دغو هیوادونو ته دا قناعت وکړو چې د افغانستان سوله او ثبات د دوی په ګټه هم تمامیدلی شي؟ ما فکر میکنم که در نتیجه یک دیپلماسی فعال دولت میتونه این کارو بکنه. ایالات متحده امریکا باید این کارو بکنه و این کشورها باید قانع شه. امریکا کومې هڅې کړي د سیمه ایز همکاری د جلبولو په برخه کې مؤثره دي؟ من نظرم درستم. سوالی است که شما فرمودین. این تلاش ها باید مبنایشی باشه که کشورها مطمئن شوند که دولت بعد از صلح خطری به اونا نخواهد بود. بله. ولی در دولت بعد از صلح دنبال سهم نباشند که وابستگان از اونا در این دولت باید حتما سهم داشته باشند. بله. و این خاطر بهترین کار هم اگر از طرف ایالات متحده امریکا صورت میگیره، هم اگر از طرف دولت افغانستان صورت میگیره، کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ دنیا باید اطمینان داشته باشند که اگر در افغانستان صلح بیاید، دولت بعد از صلح و فضای بعد از صلح خطری به این کشورها نخواهد داشت. بله. اوس پرته له پاکستان څخه زموږ ډېرې امیدواري یا ډېرې تم پاکستان ته ده چې کولی شي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، کوم هیوادونه نور دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مؤثره رول لوبولی شي؟ ما فکر میکنم در رابطه با طالبان نقش پاکستان بیشتر است. تاثیرگذاری پاکستان شاید بین 70 تا 80 درصد باشد. بله. بعد از او کشورهای روسیه و ایران هم، کشورهای مثل چین، بله، ترکیه هم نقش داره. پاکستان ولی نغاری چه طالبان یا ولی فشار نپیره رو ولی چه طالبان لغنی سرکین خبرو ته حاضر شی؟ یعنی بیا هم همه قدوگونه سیاست دید و مخی؟ من فکر میکنم که طالبان نسبت ببخشین پاکستان نسبت به هر زمان دیگری فعلا در رابطه با صلح همکاری میکنه. بله.
ایالات متحده امریکا از همکاری های پاکستان راضی است و ما امیدوار هستم که در این رابطه هم پاکستان نقش مؤثر خود داشته باشه که طالبان مذاکرات بین الافغانی را بپذیرند با گونه ای که در مذاکرات بین الافغانی نمایندگان دولت هم باید حضور داشته باشه. خب دیر گنگوسی دستشتون لري چې مولا برادر کله دی کرزی په وخت کې خبرې غوښتل چې بین الافغانی خبرو ته زمینه برابر کړي یا د سولې په پروسه کې نقش ولوبوي چې بلاخره له حکومت د خوانونی وچا او بندي شو. اوس خو همغه مولا برادر د قطر د سولې پروسې مشلي پر غاړه لري، اوس ولې دا نه توانېږي؟ ډېر ګنګوسي داشتون لري چې اوس هم پاکستان یو ډول ګروګان نیولی دی او نهشي فشار ورمنولی شي، نه غواړي سولې خبر ته حاضر کړي. محترم مولا برادر شخصیت صلح‌خواست و قیمت بزرگی هم برای صلح‌خواهی خودش پرداخته، سالها در پاکستان زندانی بوده. من امیدوار هستم که حالا بتانه نقش مؤثر و سازندهی در پیروزی و کامیابی پروسه صلح داشته باشه. من فکر میکنم که ما افغانها هر جایی که هستیم وضعیت افغانستان به گونه است که تأثیر کشورهای زیدخل و قضیه افغانستان اجتناب ناپذیر است، ولی به هر صورتی خود ما افغانها باید تصمیم بگیریم و مشکل خود از طریق نشستن دور یک میز و برادرانه حل کنیم. این تنها راست و این هم باید بفهمیم که ما صلح را بزرگترین اولویت خود بدانیم و دنبال منافع شخصی و گروهی خود نباشیم. نه در داخل کابل هیچ گروهی، هیچ شخصیت سیاسی نباید به فکر از این باشه که از فضای صلح استفاده به نفع خودش بکنه. یعنی تاسو وایئ چې داسې کړي شته دی د نن په داخل حکومت کې چې د سولې له پروسې څخه په خپله نفع باندې ګټه پورته کوي؟ طرف تا د سمت طالبا کسایی و علاقاتی باشن که سعی کنن از این فضا استفاده بکنن. همه افغان ها، همه جهت های تاثیرگذار و مؤثر، همه شخصیت های مهم ما باید تلاش بکنن در این برهه که ما صلح خیلی قریب میبینیم پروسه صلح و کاروان صلح به منزل برسه. بله، لکه څنګه چې تاسو ویل له هر څه ډیر سولې ته اوس افغانستان ډیر نږدې شوی دی او بالاخره یو څه هیلې د خلکو راټوکېدلې دي چې بالاخره دغه باعزت سولې رسېدو لپاره باید یو لوری قرباني ورکړي. دغه قرباني باید څوک ورکړي؟ سولح خو قرباني غواړي. من نظرم ایست که قربانی رو یک جهت نباید بتن، تمام جهت ها باید حاضر شون قربانی بتن، از حد اکثر خواسته های خود بگذرن، به حد اقل خواسته های خود کافی باشه و بسنده کنن و هدف اصلی باشه که ما در افغانستان بعد از جنگ طولانی یک صلح پایدار و طولانی داشته باشیم. یعنی دیدین برای چه د جګړې لمن لا افغانستان څخه ټوله شي فغلی جګړې څه باید موقت نباشه؟ بله، برازی که ما یک صلح دوامدار داشته باشیم و جنگ برای همیشه به اصطلاح فراموش کنیم، رایشی است که در فیصله صلح تمام جناهای مهمی که سابق با هم درگیری داشتند و در نتیجه درگیری های از اونها جنگ دوام کرده، اونا باید سر میز مذاکره حاضر باشن و صلح بپذیرن. و اگر در پروگرام صلح به گونه ای باشه که یک طرف کار نادیده گرفته شود، بدون شک صلح ناقص خواهد بود و دوباره ما جنگ در افغانستان خواهیم داشت. ما شاهد کنفرانس بن بودیم. در کنفرانس بن من خودم هم عضوش بودم و یکی از امضا کننده های قرارداد بن هستم. تکرارا ما گفتیم در اونجا یکی از عیبه های بزرگ کنفرانس بن ای بود که دو جناح مهم سیاسی در این کنفرانس حضور نداشتند. طالبا در کنفرانس نمایندگانی نداشتند و حزب اسلامی هم نمایندگانی نداشت. به این ترتیب کنفرانس ناقص بود و ما شاهد بودیم که بعد از چند وقتی
دوباره جنگ آغاز شد. فلهازا این بار صلح به گونه بنا کنیم بله. که قابل قبول برای همه افغان ها باشه. بله دیر من نخقل جری تلت اتخرز مقبلن مولا در حزب اسلامی در رهبری غره همایون جریر و چه پتوله که در سولی پرده لمکسره بستلو تر لندی در میرس از مخبران را بیا هم دوام لری لمکسر و سید. د سولی خبرمنې دوام ته ښه راغلاست. ډېر قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې ښاغلي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي ښاغلي زلمي خلیلزاد شپږم پړاو سفر د سیمې هیوادونو ته پیل کړی دی چې تمه ده نن به کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره به هم د سولې د خبرو پرمختګونه شریک کړي. دا چې د سیمې هیوادونو همکاریو جلبول څومره په دې برخه کې معاصره تمامېدی شي او کوم سفر چې دلته کابل کې لري څومره پرمختګونه شوي دي، دا به د سیاسونو ناسته چې له ولسمشر سره یې درلودله دغه څومره معاصره په دې برخه کې تمامېدی شي، دا به دې ته ورته نور هغه پوښتنې دي چې د سولې خبرونې په دې برخه کې پرې بحث لرو. له ځان سره په استدیو کې سیاسي فعال ذبیح‌الله نصیری او د پوهنتون استاد جواد میریان لرو چې نور بحث ته به له دوی سره ادامه کړو. ستړي مه شئ، سیدیو ته په خیر راغلئ. ښاغلی میریان، له تاسو څخه به پیل کړو. د خلیلزاد په شپږم پړاو سفر وتلی دی د سیمې هیوادونو ته، او تمه ده چې نن کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره به هم ولي. دغه سفرونه په ټوله کې څومره ښه زیری درلودلی شي د افغانستان د سولې لپاره؟ به نام پروردګار عدالت و آزادی و میر و با درود به شما و مهمان عزیزتان در برنامه. ببینید، سفرهای آقای خلیلزاد که ششمین دوری از سفرهایش است به منطقه و بعد که به افغانستان می آیند، این در واقع از یک دید این سفرها برای آوردن صلح پایدار و برای برقراری ثبات در افغانستان و اون آرامشی را که ما انتظارش داریم میتونه مفید باشه و برای اقناع طرف ها و برای اقناع کشورهای داخل در قضای افغانستان که صلح به نفعشان است در افغانستان، آرامش و پایداری ثبات در افغانستان میتونه که منافی تعدیدی برای منافی کشورهای همسایه و منطقه نباشه. این سفرها از این نگاه میتونه که مفیدیت داشته باشه. ولی بس جای دیگری است که این سفرها به چه دلیلی است؟ این سفرها برای در واقع هجمونی نرمی پاکستانی ها بر افغانستان است، یا مسائلی یا همون در واقع حرکت ها یا پندار های مدارانگرایانه امریکایی ها در منطقه هست که یا در اجگاهی در افغانستان اون شکلی که باید مبارزه میکردن بر ضد تروریسم، بر ضد دهشت افغانی، بر ضد طالبا، آنچنانی که در حمایت میکردن نیروهای افغانستان را در بر علیه دهشت افغانی نکردن، در زمانی که باید فشار می آوردن بر طالبا، بر نیروهایی که در خاک افغانستان تهدید میکردن یا از خاک افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگه بودن، در اون زمان آنچنانی که باید مبارزه میشد نشد. و اگر یا مثلا بحث دیگه این است که سفر زلمه خلیلزاد به افغانستان برای اقناع رهبرای حکومت وحدت ملی است که یا رب پایشان را بکشانند برای مذاکره میان شهروندی یا به قول دیگه عموم میان بین الافغانیش که ببینیم که به چی نتیجه میرسیم. امیدوار هستیم که این مذاکرات و این نشست‌ها و این سفرهای آقای خلیلزاد و یک نتایج ملموس و پیامدها و تبعات مؤثر و مثمری را برای مردم افغانستان و برای افغانستان و برای کشورهایی که در واقع افغانستان را تهدید یا حضور طالبان و دهشت افغان را تهدیدی برای خودشان میدانند، این سفرها بتوانند مفیدیت خود داشته باشند. یعنی هغه هیوادونو چې تر اوسه فکر کوي افغانستان یا ترګرش په افغانستان کې جګړه کوي، دوی پر وړاندې یو تهدید دی، خلیلزاد توانېدلې دوی ته دغه قناعت ورکړي چې بالاخره د افغانستان سوله د دوی سوله او ثبات دی، او که په افغانستان کې جګړه زور واخلي د دوی لمن هم نیسي. ببینین، شما خو سخنهای آخری عمران خان را شنیدین حتما و دیدین. بس این است که امریکایی ها
امریکایی ها برای آوردن صلح در افغانستان تلاش های خودشان را میکنند و باید ما بارها تاکید کردیم که برای برقراری صلح در افغانستان و برای آوردن صلح پایدار در افغانستان باید یک ضمانتی برای این صلح پایدار وجود داشته باشد. این ضمانت باید این کشور ابرقدرت ها باید بر کشورهای همسایه افغانستان بودن و افغانستان هم این ضمانت باید بوده که افغانستان دیگر تهدیدی برای همسایه هایش نیست، تهدیدی برای ایران نیست، تهدیدی برای پاکستان نیست و تهدیدی برای چین و روسیه نمیتونه باشه. برای این سفرها و این سفرها برای بیشتر این از این لحاظ میتونه برای اقناع این طرف ها باشه. یعنی حق کم هیوادون چی دغه قناعت یا دغه تضمین باید افغانستان دوی تبر کړي چې د افغانستان سول د دوی سوله ده او برخه تاثیر گذار یا نفوذ په طالبان لري پرته له پاکستان څخه چې فشار په طالبان باندې راولي. ببینید تنها بحث پاکستان اینجا نیست، تنها مسئله پاکستان مطرح نیست، اینجا مسئله قدرت های دیگه مثل چین و روسی هم در قضای افغانستان که عملا داخل هستند. روسا مثلا شما ببینید که عملا در قضای حتی طالب ها برای مذاکراتشان و برای امون ضمانت خواستن از روس ها برای اجرایی شدن توافقنامه ای را که با طالب ها با امریکایی ها دارن امضا میکنن که این روس باید در اینجا ضمانت بده. اینجا بحث ایران هم است، بحث مثلا ازبکستان هم یال آمدن و خواستاری ازی شدن که مذاکرات بعدی بین الشهروندی یا میان شهروندی را در خاک خودشان و در تاشکند یا میزبانی بکنن و میمانداری بکنن از این مذاکرات. این خیلی میدیا ایران تبی شراکړه ترخه چې د دوی ستونزه له امریکا سره ترخه چې دوی خپل مزوک ستونزه لري کولی شي د افغانستان سول په ورسره همکاري وکړي چې یا خرول ولوبولی شي ایران او امریکا. ما با قول کانتو ما مشکوک هستم به آنچه که ایران داره در واقع شعارهایی را که ایرانی ها همیشه دادن که ما از محوریت به محوریت گفتگوهای صلح به محوریت دولت افغانستان حمایت میکنیم، این یک شعارهایی هست که وا بیشتر در پی این هستن که امریکایی ها را در خاک افغانستان به شکلی به چالش بکشن و امریکایی ها و خواسته یا نخواسته و تهدیدی حضور امریکایی ها را در خاک افغانستان تهدیدی برای منافع خودشان میبینن. دیده من نه بیت دست را گردو خاقلی نسیری اله کسانگه اغلی میریان شراب کردوشه داغ سفرونه ده تاسی نظر وانا پا دیوار خلوارم چه ده خلیل سات سفرونه پا کم دلیل دیدی سیمه هوا تشکر و عرض سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز تلویزیون و خدمت مهمان عزیز آقای مهریار صاحب. در قدم نخست ما هر گامی که در رابطه با صلح افغانستان برداشته میشه او را خیر مقدم میگم و الله تعالی هم میفرماید که و صلح خیر در صلح خیر نهفته بر بشریت در روی زمین. و آقای خلیزاد چندین مرتبه که اونا با گروه های طالبا در قطر، در دوحا اونا دیدار کردن و خواستن تلاش های کردن به خاطر آوردن صلح در افغانستان. ما خوشبین به این هستم و امید به این از قبل داشتم که ای کاش آمریکایی ها دروازه مذاکرات یک دهه قبل آغاز میکردن، نه از مجرای نظامی بلکه از مجرای سیاسی، چرا که افغانستان با یک اجماع سیاسی و شگاف های سیاسی که در افغانستان وجود داره نیاز باید که ما چطور بتونیم شگاف های سیاسی را پر بسازیم و این لازم بود که از قبل لابیگری سیاسی میان احزاب سیاسی و گروه های مخالف درگیر و جناهایی که زیدخل هستند در جنگ افغانستان، کشورهای منطقه که عموماً پاکستان میگیم یا ایران است، کشورهای آسیای میانه است و تا فراتر از او کشورهایی که زیربط هستند در مسائل افغانستان یک دهه قبل امیل لابیگری آغاز میشد تا قناعت کشورهای همسایه برآورده میشد، از قبیل تشویشهای کنا داشتند. فرض مثال ایران است که مشکل امو برجام است با امریکایی ها دارن از لحاظ قدرت هسته‌ایشان و توافقات برجام که دارن و در پولوی از او مشکلات آبی که ما با ایران داریم. این یک سلسله لابیگری های صورت میگرفت که قناعت همسایه ها فراهم میشد که از طریق صلح افغانستان میتونن کنا هم با مقاصد خود برسن. البته با پاکستان ما مشکلات مرزی که داریم و مشکلات مهاجرت که در اونجا است و مشکلات توریسم که فعلا بیشتر زیاد شده و سرایت کرد از افغانستان، اینا چطور میتونستیم که ما ایره جلوگیری میکردیم تا همسایه ها خاقلی نصری اوز هم حسی دیر نوقت ندید داشت یه ولی سیزمخ که باید دقیقه حسی پیل شوی
اوس څنګه کولی شو چې د دغو سیمو هیوادونو ته د همکاری لپاره قناعت ورکړو؟ دقیق ما فکر میکنم که تنها تلاش های جناب خلیلزاد صاحب در این راستا کفایت نمیکنه. چیزی که بسیار مهم است حکومت افغانستان از دریچه وزارت خارجه و از طریق نهادهای سیاسی که ما در جهان داریم و در کشورهای همسایه و در فراتر از او داریم یک نوع دیپلماسی سیاسی باید آغاز شود و بتانیم که در کشورهای همسایه را خصوصا اونها را قناعتشان فراهم شود و تا بتانن در پروسه های صلح افغانستان و مذاکرات بین الافغانی تا اونا بین به صفت ناظر اشتراک کنند تا قناعتشان فراهم شود که مذاکراتی که صورت میگیره پشت درهای بسته نیست، حداقل کشورهای همسایه و حکومت افغانستان و جناهای درگیری جه حداقل از کلیات موضوع آگاه شوند، ولی در جزئیات اگر بازم اونا آگاهی پیدا نمیکنه، ولی در کلیات باید بفهمن که مذاکرات روی کدام مبحث صورت میگیره تا اونا هم در مذاکرات صلح افغانستان بیشتر دلگرم شوند. این چیزهایی است که باید حکومت افغانستان در پولوی سفرهای جناب خلیلزاد صاحب آغاز کنند و یک نتیجه مثبت میتونیم که در رابطه با آوردن صلح در افغانستان به دست داشته باشیم. اوس کاغلی نصری چه خلیلزاد کابل ترازی اغوالی چه ده سول پرمختگون و کم پرمختگون چه بدی برخی کشی بدی طبعا دقا پینزم پڑاو ده چه دلتا کابل ترانقه شریکی رنه کرده حکومت سر اوراسان واشنطن تلار و بحرانی چار وزارت لو چار واک سر وکتن اوس ده ولسمشر هم لسیاسنون سر ناست در لو داره فکر کوی چه کوم پرمختګونه به وي چې دوی له دوی سره شریک کړي او سیاسیون او حکومت به هم بالاخره وتوانیږي چې بین الافغاني مذاکرات لپاره د یو پلاوي په ټاکلو باندې بریالي شي. ببینین در رابطه با آوردن صلح در افغانستان طرف هایی که درگیر هستند، طرف هایی که دخیل هستند در آوردن صلح در افغانستان تلاش های خود دارند. از طرف از یک طرف جناب خلیلزاد صاحب بعد از سفر دوها اونا مستقیم با آمریکا رفتن و دیدارهای با امون نماینده های کشورهای چین، روسیه، اتحادیه اروپا داشتن تا با اونا هم مذاکرات در رابطه با صلح افغانستان داشته باشن. از یک طرف دیگر حکومت افغانستان خصوصا جناب رئیس صاحب جمهور اینا با احزاب سیاسی، با متنفذین جهادی دیدار میکنن تا بر جهانیان نشان بدن که یک طرف دیگه هم کسایی هستند که با حکومت افغانستان همگرا هستند و اینا هم میتونن یک نوع احرام فشار باشن بالای امو جناهای درگیر و همچنان برای جهانیان هم نشان داده شود که حکومت افغانستان میتونه که از بطن افغانستان، از داخل افغانستان، احزاب سیاسی را یعنی یو دول دغه ناست که دوام وکړي او تر سره کړي کولی شي یو سیاسي اجماع د سولې لپاره رامنځته کړي. دقیقه هدف رئیس صاحب جمهور هم همی است که یک اجماع سیاسی را میخواین تشکیل بتن و بعدش در ماه ثور که ما لویه جرګه مشورتی را پیشروی داریم رئیس صاحب جمهور هم میخواهد که یک نوع فشار را بالای طالبا هم بیاره، فشار سیاسی را که مردم افغانستان است که میخواهد با طالبا مذاکره کنه و اونا بیاین همین مذاکرات بین الافغانی را به شکل واقعیش تمثیل کنن تا جهانیان هم ببینن که با طالبا مردم افغانستان مقابل هستن. و یک طرف دیگه ما اینو فراموش نکنیم که در جنگ افغانستان یک جهتش حکومت افغانستان است که مستقیم در جنگ دخیل است با طالبا. اگر ما حکومت افغانستان با آشیا برانیم و اونا رو دخیل در مذاکرات نکنیم فکر نمی کنم که مذاکرات صلح به جای برسن. دیر منه به هم تاس ترگز فخلی میدیا لکه سرنگه چه خلیزاد شپگم پڑاو سفر هم تر سره کرد و سپش پگم پڑاو سفر رو تلی واری چه دسی می حوادون قناعت پا دی برخه که حاصل کری چه دول یو اجندا باید مطرح کری پا دی برخه که زکر دلتا خو کمیناسیش تر سره که معلومات یا جریانات لخلق سرن شریکی. ببینین همیشه بحث ما و باور ما و پندار ما ای بوده که ما تا تحلیلی از وضعیت جنگ در افغانستان نداشته باشیم تا به این نتیجه نرسیم که ما برای چی جنگیدیم، جنگ برای چی بوده، علت های جنگ و اسباب جنگ چی بوده، طرف های درگیر و نزاع در افغانستان کیها بودند و برای چی ما میخواهیم صلح برای چی میخواهیم. این نشست ها و این سفرها زمانی میتونه که در واقع نتیجه بخش و ملموس باشه که ما تحلیلی از این وضعیت داشته باشیم و طرف های جنگ خوب بشناسیم و دلایل جنگ بفهمیم بعد برای رسیدن به صلح پایدار این یک نیاز اساسی است که ما تحلیلی از وضعیت جنگ در افغانستان، جنگ 40 ساله در افغانستان داشته باشیم. و بحث ای که خلیلزاد آجندایش مشخص است ولی شوربختانه بحث اساسی و مسئله اساسی است که پنج دور مذاکرات
و پیشرفته ها و آنچه که در میانی حتی امین آخرین دوری که 16 روز دوام کرد پیامد و نتیجه این نشست ها با مردم افغانستان به شکلی شاید باید شریک ساخته نشد با حکومت افغانستان با احزاب سیاسی و جریاناتی که دخیل بودند در قضایا در امین حداقل در سه دهه پسین دخیل بودند در قضایا جنگ و صلح افغانستان با یا شریک ساخته نشد اصلا طرف ها نمی دانند که میان امریکایی ها و طالب ها چی جریان داره این بحث ها می رسانه که یک سری مسائلی پشت پرده است که او را امریکایی ها عمدن یا قصدن نمی خواهند که با مردم افغانستان تایی که به یک نتیجه قابل قبول برای خودشان برسند یا نمی خواهند که را شریک بسازند با مردم افغانستان. یعنی دلیلی چه که دلیشی؟ همده چه زینی گنگوسی شنون لریشه لطالبان خطرناک دلی یا کری دنن به حکومت که دیچه نگاری دنگه خبری راوزی او بلاخره یو لاس وحنه پکی بوشی او کچنگ؟ چه نگاری لشه سری شریک کری؟ بس مسئله ای است که امریکایی ها برای که بس بازم ما تاکید مهمی است که این البته ناشی از این میشه که ما در واقع حکومت افغانستان امون سناریوی ساده پندار یا دیپلماسی فعال که دستگاه های دیپلماسی ما باید فعال باشه و طرف ها را قناعت بده کشورهای همسایه و منطقه و جهان را قناعت بده که حکومت و دولت افغانستان یک طرف قضایی از مسائل بوده یک طرف از قضیه است و باید هر آنچه که در میان امریکایی ها و طالب ها در قطر و در جاهای دیگه گذشته و جریان داره اون بحث هایی که در مورد افغانستان میشه باید از مجرای حکومت افغانستان و دولت افغانستان خبر حمدالله خاقلی میریان چیه؟ کله چې حکومت چې یو ارخ دغه خبرو دی چې لګه حکومت پکې داخله نوي کولی شي دوی امریکا سره خبرو ته یو هدف ته ورسیږي طالبان اول به یک بازی دیگه یک بس و یک مسئله دیگه جریان داره که حکومت کلا با آسیا ران داشته بله. حکومت با انزوا کش داشته اینه می نشست هایی که همین نشست هایی که دیشب و پریشب دیشب در ارگ برگزار شد بله. میان رئیس اجرایه و رئیس حکومت وحدت ملی و به همین شکل آقای سیاف و چند تا از شخصیت های سیاسی و طرف های یک تعداد طرف های درگیر منازعه در افغانستان بودن این در واقع این میرسانه که امریکایی ها این پیام دادن به حکومت افغانستان که اگر شما خواسته باشین بله. یا نخواسته باشین ما در افغانستان صلح میاریم بله. و این صلح میتونه شده که در عدم حضور حکومت افغانستان هم اجرایی شود که در اونجا مثلا آقای کرزی داخلی مسائل است و طرف های دیگه ای که حتی آقای عبدالله ببینین اون نرمش را که مثلا آقای عبدالله حتی در خیلی از مسائل اشاره ای دارن به ای که از حکومت آوردن حکومت عبوری هم یا در شکل حمایت میکنن بله. مثلا حکومت در این دور هم گفته که در این دوری از گفتگوهای میان شهروندی هم گفته بله. که ما نماینده ای از جانب حکومت نمیفرستیم بله. نگرانی آقای رئیس جمهور در این دوری است که اگر رئیس جمهور نماینده ای نفرسته از آدرس حکومت احتمال این میره که آقای عبدالله نماینده ای بفرسته از نشانه حکومت د خلیزات پر اتاک سره په کابل د کوم اندیښنه چې غنی لري لدغه اړخه حل به کړی چې یعنی امیر ببین هدف سفر آقای خلیزاد هم همی است که با طرفا با رئیس جمهور و رئیس اجرایه و حکومت افغانستان و احزاب سیاسی نشست های پیرامونی و به شکلی از اشکال فشار بیاره برای رئیس جمهور که باید به نشست میان شهروندی یا بین الافغانی تن بده اگر تن نده ما راههای دیگری هم بلد هستیم که میتونیم از این مجراها و از این دیپلماسی که خودمان داریم با استفاده از اون روشی که خودمان داریم میتونیم که کسی دیگه بدیلی برای نماینده حکومت هم پیدا بکنیم که شاید شارشان هم آقای عبدالله باشه که میتونن از دلتا باید غنی چه دول ابتکار پر لاسکی و اخلی چه دول نرمخ باید وخی چیه دقیقا سول دی خبر ابتکار پر لاسکی و اخلی یا یو ارخی وسی یا یو چه جزیات پرسش ببینین بحث صلح و آوردن صلح پایدار در افغانستان با لجاجت و سماجت و بابایی تکروی و با یک با
یک استبدادی که روان است و با وضعیتی که روان است ببینین حکومت در یک تنگنا میال قرار داره. شما ببینین بدخشان مثلا دیشب چند روز پیش ارغنچخا ولسوال سه ولسوالی به تصرف طالبان در آمده، به همین شکل در فاریاب چی میگذره، در بادغیس چی میگذره، در هرات چی میگذره، با این وضعیتی که جریان داره، با این هژمونی در واقع نرمی که از طرف پاکستانی ها و با حمایت پاکستانی ها در افغانستان جریان داره، حکومت ناگزیر است که با گفتگوهای صلح تن بوده و و و این میتونه که یک نتیجه یا یک پیامد خوب و و و برای حکومت افغانستان ایره داشته باشه که حکومت اثر ناگزیری هم که شده باید بر رواندی و فرایندی گفتگوها و مذاکرات سال باید تن بوده و و و قناعت بکنه که باید نماینده هم در این دور بفرسته. دیرمن خاقلی نصری لکه سنگه چه آقلی میریان ورته اشاره بکرده، درونی اختلافات ده سیاسین و او ده حکومت چمره ده غلری متاثر کولیشی؟ تشکر از سوال شما. ببینین تاثیرات منفی خواهوال می است که ما یک ثبات سیاسی در داخل افغانستان نداریم و این میتونه که یک تاثیر بسیار منفی در روند پروسه صلح افغانستان داشته باشه و رئیس جمهور هم در تلاش زمی است که چطور یک اجماع سیاسی را تشکیل بدن و همین دلیل بود که اونا دیشب اعضاب سیاسی را به شمول رئیس حزب اجرایی، به شمول متنفذین جهادی، رهبرای جهادی و بعضی علاقات دیگه سیاسی را در هر دعوت کردن تا نشان بدن بر جهانیان، خصوصا بر آمریکایی ها که حکومت افغانستان در حال تشکل دادن یک اجماع سیاسی هستند تا در مذاکرات بعدی افغانستان در اوج حضور پیدا کنه، از حکومت افغانستان و این لازم است و هر کسی که میخواهد در رابطه با صلح افغانستان هر کشوری که باشه صحبت بکنه باید از مجرای دیپلماتیک، از مجرای سیاسی، وزارت خارجه افغانستان و بالاخره از طریق هر ریاست جمهوری اونا به مذاکرات صلح بپردازن. نمیشه که ما تمام امکاناتی که در دولت داریم ما بریم به یک نحوه از امو روابط شخصی یا خصوصی دولت های خارجی استفاده شود در باره افغانستان تصمیم گرفته شود. این بسیار ضروری است و رئیس جمهور هم همیشه فکر میکنم که نظرشان همی بوده که صلح در افغانستان بیاید به هر نحوه که باشه و اونا حاضر هستند که در رابطه با آوردن صلح هر نوع تلاش خود را به خرج بدن و بتونن که صلح در افغانستان بیاید، ولی از مجرای دولت افغانستان با پذیرفتن قانون اساسی و امو داشته ها و چیزایی را که ما در 18 سال گذشته به دست آوردیم اونا را حفظ شوه و ما بتونیم به صلح نایدیم. یعنی اصلی ستونزه یا خلاص چیر ده؟ با کم برخه که ده چه طالبان نغاردی حکومت سره خبرتا بالاخره حاضر شی یا خلیزاد نده توانی دلی چه دوی تا قناعت وکردی چه لحکومت سره خبرتا کنی؟ ببینین بر اساس معلومات که رسیده حکومت آمریکا خصوصا با مو نماینده ویژهشان آقای خلیلزاد فکر میکنم که به این تصمیم رسیدن که طالب ها بپذیرن در مذاکرات بعدی نماینده از حکومت افغانستان حضور داشته باشد تا بتونن به شکل مستقیم با حکومت افغانستان صحبت شود و این دلیل حضور آقای خلیلزاد در افغانستان است. بله چې په رسنیو کې درځون کړي ده چې پنځم پړاو سفر کې په قطر کې داسې ویل کېږي چې د امریکا او طالبان ترمنځ یو څه شرطونه وړاندې شوي دي چې امریکا خو خپل سرخوږی لرې کړی دی چې د نورو ډلو سره به ارتباطات نه لري چې القاعده د لغې جملې او د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په تهدید په توګه نه کارول کېږي. دلته دوی خو خپل سرخوږی لرې کړی دی، پاتې دي د طالبان وړاندې شرطونه. څومره مشکلات یا د دوی وړاندې شرطونه به څه وي چې د نظام جوړېدل، راتلونکی نظام باید څه ډول جوړ شي یا د قدرت ترلاسه کول او که کومه بله ستونزه؟ ببینین در رابطه به تشکیل نظام تشویش هایی که از طرف گروه طالبا هستن و حکومت افغانستان هم تشویش هایش هست که ما یک نظام دست داشته که فعلا داریم و تمام سه قوه ما فعال است و اگر ما کدوم تغییرات رو دایی بیاریم ما پس میریم با ما 18 سال گذشته. ما بیایم که اصلاحات را در نظام بیاریم، نه اینکه نظام تعدیل کنیم یا تغییر بیاریم. مثلا کدویل امریکا سر توافق تا ورسیگی چه دولی و نظام بجود که با افغانستان؟ ببینین نظام طالبانی خب ما 18 سال قبل بر همگی بر ملا بود، اونا شاید نظام حکومت طالبا بودن که چی نوع یک حکومت رو اونا میخواین، ولی نرمش که اونا در نظام خود یا تغییر را که اونا آوردن بر اساس اخباری که ما وصلت ورزیده
دادن حقوق زنها و رفتن دخترها به مکاتب و امثال از اینا که قبلا به شکل تندروانیش صورت می گرفت، اونها کمک نرمش آوردن، ولی در کل در نظام ببینین تغییرات را که اونا بیارن فکر میکنم که قابل پذیرش اکثریت مردم در افغانستان نخواهد باشه و این برمیگرده به مردم افغانستان که چینم یک نظام را میخواهند، نظام دموکراسی که 18 سال ما او را به دست آوردیم و باید هر فرد، هر شهروند افغانستان در او سهیم باشه و بتونه خودشان تصمیم بگیرند که زعیم افغانستان و زعیم آینده خود کی را انتخاب کنند. نمیشه که ما یک حکومت عبوری یا حکومت موقت بیاریم جایگزین حکومت فعلی بکنیم و دوباره همه چیز از سر آغاز کنیم. اوز خاقلی نصری، افغانستان در طول مشترک کرده، طول افغانان دی خود پردوی دی گتو لپاره لیو بل سر جنگی گو دی دیل پاره چی در جگری لمن لافغانستان سخر طولشی بلاخره حکومت سباید وکری طالبان او امریکا تشکر. قدم نخست شمی است که باید روی مذاکره هر سه جناب بشینن و کشورهای همسایه هم به شکل ناظر باشن تا بتانیم روی موارد صلح و طرفهای درگیر در افغانستان صحبت های صورت بگیره و رای حل و همون فرصت هایی که برداست هست صورت باید روی صحبت شود. دیر من نازبی ولانا سریل تاسخ خغلی جواد میریانا تاسخ هم دیر من چیز مو بنام دیر قدر من دون کو زمک دنش په سولخ پرمنه په هم دی زای پای تر